اطلاعیه 1307 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، نمایندگی ایالت هامبورگ در مورد اعتراضات. اعتراض حقی که در دولت جمهوری اسلامی ایران جرم است. نه فقط کشتار، بازداشت، زندان و سرکوب شدید ایرانیان معترض توسط نیروهای امنیتی و انتظامی حاصل اعتراضات آبان ماه سال 98 بود که تحت توجهات قوه قضاییه دولت جمهوری اسلامی ایران فرمان اعدام نیز به مجموعه دستاوردهای آن اضافه شد و نقض دیگری به تاریخ ایران بنابر آمار ارائه شده توسط خبرگزاری رویترز و دیدبان حقوق بشر 1500 تن از معترضان آبان ماه با شلیک مستقیم گلوله و یا در درگیری با نیروها کشته و هزاران تن نیز بازداشت شدند و دادگاه انقلاب تهران 3 نفر از معترضین بازداشت شده به نامهای امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را به اعدام، 38 سال زندان و 222 ضربه شلاق محکوم کرده است. از سوی دیگر رئیس دادگستری اصفهان نیز در مراسم نماز جمعه و قبل از سخنرانی امام جمعه خبر از صدور حکم اعدام 8 نفر از معترضین اصفهان را به اطلاع مردم رسانده است. احکام اعدام برای زندانیان سیاسی امنیتی در شرایطی صادر می شوند که بر اساس تصویب قوانین جدید قوه قضاییه مجرمین نه تنها حق انتخاب وکیل را ندارند، بلکه وکلای منتخب از سوی قوه قضاییه هم اجازه ورود به پرونده ها را ندارند و دفاعیاتشان را در چارچوب نامه‌نگاری خلاصه می شوند. یعنی شرح وضعیتی می نویسند و بعد از ماها انتظار جوابیه چند خطی و مبهم نیز دریافت می کنند و این نامه‌نگاری ها ادامه دارد تا روزی که حکم نهایی صادر شود، هرچند که در اکثر موارد حتی بدون اطلاع وکیل حکم صادر اجرا می شود، زیرا دستگاه قضایی کشور به منظور محدودیت اختیارات آنان اقدام به ارائه لیستی نموده و از وکلای منتخب که مورد تایید و اعتماد قاضی‌های دادگستری هستند، اما در مورد زندانیان سیاسی حتی چنین وکلای اجازه مطالعه پرونده موکل خود را ندارند و در صورت اصرار و پافشاری خود متهم به اقدام علیه امنیت ملی می شوند و بازداشت، زندان، حبس‌های طولانی مدت و نیازمند وکیل دیگر. قوه قضاییه بدون توجه به اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه ها صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کند. و یا اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میگوید در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. جرایم منتسب به بازداشت شدگان نیز از قبل توسط بازجوها مشخص است و برای قاضیان ارسال می شود تا فقط دلیلی باشد برای حکم صادره. پس همیشه چند مورد از اتهامات زیر در احکام همه زندانیان سیاسی با اندکی جابجایی می بینیم: مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، توهین به مقدسات اسلام، توهین به مقامات، ارتباط با بیگانگان و جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی بیگانه، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، اختلال در نظم زندان، عضویت و ارتباط با گروه‌های ملحد و منافق، توهین به مأمورین در حال انجام وظیفه، عضویت در کانون‌های مدافعان حقوق بشر، تشویش اذهان عمومی، عدم رعایت حجاب شرعی، فعالیت‌های تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و در نهایت مفسد فی الارض که به اعدام منتهی می‌گردد.
سازمان عفو بین الملل درباره اعمال مجازات اعدام در جهان ایران را یکی از معدودترین کشورهای باقی مانده در جهان خوانده که همچنان از مجازات اعدام علیه نوجوانان و جوانان استفاده می کند. در گزارش سالانه عفو بین الملل درباره مجازات اعدام در جهان آمده است، با وجود کاهش تعداد اعدام‌ها در سطح جهانی، ایران همچنان پس از چین دومین مجری بزرگ اعدام در جهان است. در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آمده است هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علناً رسیدگی درباره حقوق و اتهامات جزایی منتسب به او اتخاذ و تصمیم شود. بنابر قوانین یاد شده، دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض دائمی حقوق بشر محکوم است و باید هرچه زودتر نسبت به آزادی زندانیان سیاسی، امنیتی، عقیدتی، مدنی، دانشجویی و لغو هر گونه اعدام با هر وسیله و یا هر اتهام و بهانه‌ای اقدام نماید.